زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، پس از 6 ماه از امضای توافقنامه صلح با طالبان، نخستین بار است که پس از درخواست‌های چندین باره کانگرس آمریکا در کانگرس حضور یافت. خلیلزاد به این پرسش که آیا طالبان به جنگجویانشان دستور دادند که روابطشان را با القاعده قطع کنند، پاسخ نداد و گفت که برای پاسخ دادن به آن به جای دیگری نیاز دارد. اگر طالبان در همکاری با القاعده از پاکستان بر امریکا حمله کنند، نقض توافقنامه خواهد بود؟ ما آن را نقض توافقنامه خواهیم دانست، اما توافقنامه درباره افغانستان است. پس توافقنامه طالبان را از همکاری با القاعده برای حمله بر امریکا از پاکستان منع نمی کند. اگر این کار را کنند، نقض توافقنامه خواهد بود. اگر 100 زن را در ورزشگاه فوتبال سنگسار کنند، توافقنامه نقض خواهد شد؟ بله یا نه خیر؟ توافقنامه ما 4 بخش دارد. فکر نکنم که در دادگاه باشم. این یک موضوع پیچیده است. ظاهراً پاسخهای آقای خلیلزاد به این عضو کانگرس آمریکا قناعت بخش نبوده است. طالبان یک گروه تمامیت خواه است که به دنبال گرفتن قدرت در افغانستان است، نه صلح. رئیس جمهور آمریکا نیز بر خروج نیروهایش از افغانستان تاکید می‌ورزد. همین حالا که سخن میگوییم، ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در افغانستان میکوشد و ما سربازانمان را به کشور میآوریم. با این همه، رئیس شورای عالی مصالحه ملی همزمان با ادامه گفتگوهای سال، افزایش خشونت‌ها را از سوی طالبان پذیرفتنی نمی‌داند. متاسفانه تا اکنون سطح خشونت ها بسیار بالاست، به اندازه بالاست که برای مردم قابل قبول نیست. من بار دیگر بر طالبان و بر همکارانی که بالای طالبان نفوذ دارند صدا می زنم که بر این نقطه فشار بیاورند تا خشونت ها کاهش یابند. از سوی هم وزارت دفاع آمریکا میگوید که هرچند تا هنوز دستور رسمی به دست نیاورده است، اما به گونه محتاطانه روی طرح کار میکند که تا ماه می سال 2021 نیروهایش را به گونه کامل از افغانستان بیرون کند.